آیا کرونا حاصل تلاش ها و فعالیت های این هاست که تو جهان رواج پیدا کرده، یا نه واقعا به قول معروف مادر طبیعت یه ویروسی رو خلاصه رها کرده در طبیعت خودشو که مردم بگیرن، یا نه اگر واقعا این دستساز مثلا اینها ساختنش پس دنبال هدفی بودن، این هدف چیه؟ هدف رو در موردش صحبت میکنم. اگر هم نیست، خب تاریخ داشتیم کلی بیماری بوده ولی یه منطقه بوده، یه جاهای دیگه. آقا جهانی مگه این اتفاق پس لازمه که ما یه سری از اسناد رو که دقیقا همین قولهای رسانه‌ای در موردش صحبت نمی کنن و نمیگذارن صحبتی بشه یا دیده بشه در موردش صحبت کنیم. ببینید، ما نیاز داریم به عنوان اینکه این اسناد رو بررسی بکنیم، یک سری ساختارها رو بشناسیم. ساختارهایی هم که می‌خوایم بشناسیم عمومش برمیگرده به نوع ساختارهای اداری و نظامی ایالات متحده. مثلا شما بررسی بکنید، ببینید دولت ایالات متحده شامل 15 تا دپارتمانه. این 15 تا چیه؟ مثلا مخفف شده. DOT دپارتمان خزانه داریه. DOE دپارتمان انرژیه، The Department of Energy، این مخفف شده، خلاصه شده. VA دپارتمان منافع کهنه سربازان، وزارت خونه دارن، یعنی دپارتمان دارن واسه اینایی که کهنه سربازن. DOC دپارتمان بازرگانیه ایالات متحده. یعنی اصلا کلن بین المللیه. تا الان که خوندیم همش تقریبا بین المللیه، به یه کشور فقط مربوط نمیشه. DHC دپارتمان امنیت داخلیه. DOC دپارتمان ایالات متحده است، ایالت ها هر کدوم. USDA دپارتمان کشاورزیشه. ED دپارتمان آموزششه، Department of Education. و HHS دپارتمان خدمات بهداشت و سلامتی و درمان و بشره. بشر ها، نه مردم. مثلا ما تو عراق وزارت صحت داریم، سلامت، ما ویژه اون طرف مثلا وزارت بهداشت جمهوری اسلامی. اینجا میگه آقا وزارت دپارتمان بهداشت بشر، کل مردم، یعنی در موردش صحبت. دپارتمان بعدی DOD دپارتمان دفاعه. DOT دپارتمان حمل و نقله. DOL دپارتمان کاره. DOG دپارتمان مساواته. و HUD دپارتمان توسعه شهری و مسکن هست که اینها دارن. حالا شما اگر این چارت رو ببینید، ما اینا رو برای چی گفتیم؟ با اون قسمت به قول معروف اون خدمات بهداشتش کار داریم که یه سری سازمان ها رو زیر شما اسمش رو شنیدید ولی نمیدونید چارتش چه شکلیه. اگر اتاق فرمان نشون بده این صفحه رو ببینید، این DOT که خوندیم یکی از دپارتمان های فدرال آمریکا رو ببینید، زیر مجموعه هاش تعریف شده. مثلا OS باز اینا ها مخففه، هر کدوم یک بخشی واسه خودش داره. حالا میگم محل بحث ما نیست، شما اگر اینجا ببینید کامل اینها مشخصه که هر کدوم از این دپارتمان ها زیر مجموعه شون یک آژانسه، اجنسی. شما مثلا میگه NSA National Security Agency، یعنی زیر مجموعه یک دپارتمان امنیتیه. اینها آژانس ها تعریف میشن و این آژانس ها رو برای خودشون هر کدوم یک فضایی داره. شما میبینید مثلا زیر مجموعه آژانس ها باز یه بخشی داره کمیته های مختلف، یعنی هی تقسیم میشه این چارت، اون پلتی که بعد ریز میشه میاد پایین. حالا ما با کجا کار داریم؟ اما با چیزی که ما کار داریم اینجا اون دپارتمان بهداشت بود. دو تا آژانس داره زیر مجموعه. این آژانس ها چیه؟ یکیش CDCه، مؤسسه CDC یا آژانس CDC که چی کار میکنه؟ میگفتن بیماری تولید میکنه، واکسن تولید میکنه، جای مختلف. چرا باید زیر مجموعه یه دپارتمان بهداشت آمریکا باشه؟ و NIH
National Institute of Health، آژانس سلامتی، آژانس بین المللی سلامتی. یعنی این دکترینی که ایجاد کردن، بهداشت ذهنی، بعد همه مردم درمان داشته باشن، سلامت روانی داشته باشن، و حالا یه بخشش دوتا آژانس تو این فضا داره کار میکنه. این دوتا آژانسی که شما دارید میبینید، اینها مکمل همن. یکی عملیات شناختی انجام میده، جمع‌آوری میکنه، اون یکی تولید میکنه و ادراک ایجاد میکنه. حالا ما یه سوال اینجا میپرسیم، آیا کرونا حاصل فعالیت این دپارتمانه یا نه؟